عشق بعضن خطای بزرگ زندگی است. داستانی که توسط یکی از شنونده های خیلی خوب ما نوشته شده و خواستند تا از طریق چینل افغانستان جورنال به شما نیز ارائه گردد. سپاس فراوان از این شنونده خیلی خوبمون. امید دارم سلام های مرا نیز پذیرا شوین و قبل از آغاز داستان چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را هم فشار بدین. و اگر شما خوبان همچنان میخواین که داستان‌های خودتان را از طریق چینل افغانستان جورنال بشنوین، میتونین از طریق ایمیل آدرس افغانستان جورنال یا هم فیسبوک افغانستان جورنال به دسترس ما قرار بدین. این هم داستان. سلام، نام ما انگیزه است. 19 سال سن دارم، در کشور ترکیه زندگی میکنم. میخوایم داستان زندگی ما با شما شریک بسازم تا درس باشه برای دیگرا. ما دختر بودم که به کلمه عشق اصلا باور نداشتم. هیچگاهی نخواستم عاشق باشم. در خانه یک اتاق مجهز با کتاب هایم داشتم. همیشه اوجه مصروف کتاب خواندن می بودم و در عین زمان خیلی با استعداد بودم. از صنف دوم تا صنف دوازده اول نمره بودم. بسیار کوشش می کردم تا شخص باشم که خانوادیم به داشتن ما افتخار کنن، که همونطور هم بود. ما در وقت کودکی، نوجوانی و جوانی تنها شور و شوق ایره داشتم تا در آینده یک سیاستمدار شوم. از هنگام طفولیت خیلی هم با سیاست بودم، در مقابل همه. من سه خواهر، دو برادر دارم و اولاد پنجم خانه هستم. پدرم تجار است و ما از یک خانواده ثروتمند هستم. پدرم همیشه تشویق میکرد تا روز بزرگ شوم و بعد از پدرم تجارت او را ما پیش ببرم. به ذکاوت و لیاقت که داری اعتماد دارم و تو پر رونقتر از ما خواهی بود. چهره نسبتاً زیبا دارم. در مکتب یا محل کار و یا هم در خیش و قوم هر کس که مرا میدید تعریف ما میکرد. دوست های زیاد داشتم، بیشترشان ترکی، آلمانی و همچنان افغانی بودن. اما عادت ندارم آرایش کنم. چهره طبیعی دارم، اما فکر میکنم از نگاه عشق بدشانسم. روز از روزها وقتی از وظیفه به خانه آمدم، دیدم خانه ما مهمان آمده. مادرم مرا گفت عجله کو، مهمان داریم. نواسی همی پدرت از ناروی آمده. به شب آمادگی بگی. ما تمام آمادگی را گرفتم. شیرینی، میوه، ترکاری، خلاصه همه و همه را آماده کردم. و در سر میز آشپزخانه گذاشتم و گفتم دیگه همه کار به عهده خواهرایم باشه تا میز سالون آماده کنن. و خودم رفتم به اتاقم. شب بود. همه رفتند تا غذا بخورند و من در اتاقم بودم. چون عادت نداشتم پیش مهمانا بشینم و یا خانه کسی به مهمانی برم. چند لحظه نگذشت که خواهرم به اتاقم آمد و گفت ظریفه خواهر و حامد برادر تو را صدا دارن. ظریفه خواهر گفته که امو دخترک مقبول خود صدا کنین تا با ما نان بخوره. بعد رفتم یک جا نان خوردیم و متوجه نگاه های عجیب حامد شدم. بله، حامد امو پسر بود که از اعتماد برش سخت پشیمان استم. وقت دیدم طرفم خیره شده و از کنج چشم نگاهی میکنه، دوباره رفتم به اتاق. بعدن دوباره صدایم کردن. باز هم دوباره رفتم و حامد از من خواست تا برش انار را با لیمو یک جای کرده آماده کنم. و من این کار را کردم. حامد از من کده 10 سال بزرگ بود و با برادر بزرگم همسن سال بود. همچنان خیلی دوستای نزدیک بودن. از این خاطر مورا برادر می گفتم و هیچ حس برش نداشتم. مثل برادرم دوستش داشتم. بعدن وقتی قصه کردیم حامد گفت فردا فامیل ما و فامیل شما یک جا بریم خارج از استانبول. بچکر. بعد برادرم هم قبول کرد و صبح شد و فامیل من، البته جوانها، با فامیل او یک جا در دو موتر رفتیم چکر. او با دو برادرش آمده بود و ما نیز خواهر برادرهایم و خانم برادرم
همراهشان رفتیم. او روز خیلی خوش گذشت. مسابقه موترانی کردیم. آهنگ را بلند گذاشتیم و آنجا صبحانه هم خوردیم. فوتبال بازی کردیم و شب دوباره برگشتیم. هنگام برگشت برادرم خواست به دو گروه تقسیم شویم، چون در موترها نفر زیاد بود. گفت یک چند نفر در موتر حامدشان برود. بعدن حامد آمد و گفت انگیزه بیاید با ما. من هم قبول کردم، چون برادرم اعتماد داشت و به خاطر که قومی ما بود مخالفت نکرد. وقتی رفتم میخواستم در سیت عقب موتر بشینم. مرا گفت نخیر او جنه، در سیت پیش رو بیا. و من هم نشستم. بعدن خواهرم خواست با من بیاید تا در راه رقص و بازی کده بریم. در نیمراه رسیدیم و فراموشم شده بود که کمربند خود بسته کنم. حامد متوجه شد. بدون اینکه به ما بگویه کمربند مرا بسته کرد. اموجا بود که با ما چشم به چشم شد. ولی من اصلا متوجه نشدم که به ما مثل خواهر نه، بلکه به مثل یک شخص دیگه میبینه. بازم اما در فکر زمزمه آهنگ بودم. با خواهرم بالا شدیم در سر موتر تا از موتر برادرم و خود ما ویدیو بگیریم. این روز همین گونه گذشت. یک روز بعد حامد بر خواهر بزرگم مسج کرده و گفته بود که ما عاشق انگیزه شدیم. میخوایم خواستگاری کنم. اما جرات نمی کنم ای کار کنم، چون انگیزه هم از من کوچکتر است و هم من را برادر میگوید. خواهرم برش گفته بود که با انگیزه گپ بزن. اگر قبول کرد چی بهتر از این که با تو نامزاد شود. چون انگیزه هیچ کس را قبول نمی کنه. بعدن حامد از خواهرم تقاضا کرده که با ما در ای باره گپ بزنه. وقت خواهرم یاد کرد ما عصبانی شدم و گفتم اشتباه کرده. او مثل برادرم است و ما او را از برادرم کم نمی بینم. من این موضوع را با مادرم در جریان گذاشتم. بدبختانه بگویم که جز ما خواهرایم و مادرم با این پیوند راضی بودن و برم گفتن درست است که برادر میگی، اما وقت نامزد شدی همه چیز تغییر میکنه و مادرم خواست قبولش کنم و همین قسم خواهرایم نیز خواستن قبول کنم، ولی خودم راضی نبودم. از یک نگاه راضی بودم، چون فکر میکردم آن را درست میشناسم. قوم ماست و خیلی انسان خوب است. بعدن گفتم باید فکر کنم. هرچی فکر کردم بازم نمیشد که راضی باشم. امی قسم دو ماه سپری شد و حامد دوباره به ناروی رفت و بعد از یک هفته برم پیام داد. او هم از یک آیدی تقلبی. ما جواب ندادم. هرچی مسج کرد جواب ندادم. بعدن خودم معرفی کرد و گفت از من نمیخواه که با او گپ بزنم. صرف میخواه که چند گپ او را گوش کنم. و برم از ای که وقت مرا دیده عاشقم شده و هر لحظه به یادش میایم و خیلی دوستم داره، از عشق و محبتش نسبت به من گفت و بعدن من گفتم من تو را برادرم میدانم و ای اصلا امکان نداره. او برم گفت ما به خاطری که مادرم و برادرم گرفته و ترکیه به خواستگاریت آمدم، وقت دوباره ناروی آمدم برادرم گفت اول با خود دختر گپ بزن که قبول میکنه یا نی. از این خاطر برات مسج کردم و خواستم نظرت بپرسم. برم نی نگو، قوم هستیم، سالای سال خانه هم دیگه رفت آمد کردیم، با بیادرت یک جا بزرگ شدیم، فامیلای ما نیز هم دیگر دوست دارن، چی بهتر است این رابطه را به یک پیوند تبدیل کنیم. کوشش کو، امتحانم کو، شاید بتانی مرا دیگه مثل برادرت نه، مثل همسر زندگیت ببینی و هر چی بخوایی به خاطرت انجام میدم. هر جا بخوایی آنجا زندگی میکنیم و مادرم نیز خیلی دوست داره. گفت لطفاً در ای باره فکر کو و ما گفتم درست است، فکر میکنم. بعد خداحافظی کردم و این گونه مسج کردن بین ما ادامه داشت. ما همه چیز برش گفتم. او هم قبول کرد و خیلی گپای خوب میزد تا باشه که قناعت کنم و برای پیشنهادش بلی بگویم. بعد چند ما گفتم درست است، قبول میکنم، هر وقت میخواستی بیا و نامزاد شویم. زمستان بود، گفت هوا گرم شوه میایم و نامزاد میشیم. ما با هم 3 ماه گپ زدیم. شبها ویدیو کال میکردیم و روزها مسج.
اما ایجگاده ای مدت حتی یک کلمه بی‌معنا و خارج از چوکات برم نگفت و ما از این کارش بسیار خوشم آمد. آهسته آهسته بدلم شیرین شد. ما همه چیز با مادرم در جریان گذاشتم و فامیل او هم در جریان بود و مادرش همیشه در باره ما گپ می زد و ما هم میشنیدم. چون بلندگوی موبایل روشن می بود. مادرش نمی فهمید که بلندگو روشن است. ای کار خود حامد قصدن می کرد. اما در بین فامیل یک خواهرش اصلا مرا دوست نداشت. حسادت می کرد چون خودش چهره زیبا نداشت. و وقتی در باره ما گپ بد می زد برادرش با او درگیر می شد. و می گفت حسادت می کنی که برادرم خانم زیبای مثل پری می گیره. هر دو با هم دعوا می کردن. یک روز خواهرش در اینستاگرام پست گذاشت با حرف نام حامد و یک حرف نام دیگه. وقت پرسیدم چی گپ است و چی نوشتی؟ کی نامزاد شده؟ گفت نشده ولی میشه. گفتم کی نامزاد میشه؟ گفت حامد برادرم. من شوکه شده بودم. به حامد مسج کردم ای چی گپ است؟ او با خواهرش گپ زد و خواهرش گفت من شوخی کردیم تو انگیزه را آزار بودم و من فهمیدم از روی حسادت است تا با هم جنگ کنیم. خب ایم گذشت. بهار شد و قرار بود ما آینده بیایه و با هم نامزد شویم. یکی از شبها حامد برم زنگ زد و شراب نوشیده بود و گفتم چی گپ است؟ چرا؟ یک قسم گپ میزنی. او بدون ای که بگوین نوشیده است از عشق و دوست داشتنش برم میگفت. از روز عروسی ما از خانه که قرار بود به ذوق ما دیزاین کنه. از همه چیز گپ میزد و ما فهمیدم بسیار زیاد نوشیده. گپ زدیم و بعدن عصبانی شدم تا دیگه شراب ننوشه و زنگ قطع کردم. وقت قطع کردم برم زنگ زد و جواب ندادم و او خواب کرد. به خاطری که ما فهمیده بودم او نوشیده 3 روز امراش گپ نزدم. بعدن آشتی کردیم و باز هم یک هفته بعد یک شب دوباره شراب نوشیده و زنگ زد. آهنگ پلی کرد. آهنگ احمد زایر و چند آهنگ ترکی و یک آهنگ آذربایجانی. وقتی آهنگ آذربایجانی را پلی کرد گریه میکرد. پرسیدم چرا؟ چرا گریه میکنی؟ بر ما چیز نگفت. قبل از ما حامد 3 سال با یک دختر ایرانی رابطه داشت. ما فهمیده بودم که بیاد او گریه میکنه. زنگ قطع کردم و مسج نوشتم. گفتم دیگه بر ما زنگ نزن. مسج نکو. وقتی به خاطر کس دیگه عشق میریزی برو با همو باش. با ما خوش بوده نمیتونی. بعدن هیچ چیز نگفت. قبول کرد و رفت. و فردا ما به مادرم قصه کردم و گفت چرا این کار کردی؟ شاید مشکل داشته و یا هم شاید کارای پدرش یادش آمده. از او خاطر گریه کرده. میپرسیده که چرا؟ با واقعیت بعدن عذاب وجدان داشتم. شاید مادرم حق به جانب باشه. مسج کردم و به خاطر همه چیز ازش معذرت خواستم. وقتی به مسنجرش پیام دادم نمیدید. آنلاین میبود ولی نمیدید. اما اسنپ‌چت بر مسج میکرد. گفتم از مسنجر چرا جواب نمیدی؟ گفت نمیفهمم. مسجو از پیشم پاک شده. گفتم درست است. بعد در استوری 2 بکس لباس را گذاشت و خداحافظی نوشته کده بود. ما برش پیام کردم که کجا بخیر. او گفت میرم آلمان. البته با چکر. 3 روز به سال 2018 مانده بود. گفتم اوکی بخیر بری و بخیر بیایی. گفت تشکر جانم. وقت آلمان رفت دیگه برم نه مسج کرد و نه زنگ زد. شب سال جدید بود و در فیسبوک بودم متوجه شدم که حامد لایف رفته. اولا چشمم به برج ایفل خورد. فهمیدم که او آلمان نه بلکه فرانسه رفته بود. وقتی دید ما در لایفش هستم کامره را ای طرف کرد متوجه شدم با همو دوست دختر سابقش بغل در بغل هستن. اما اینجا نامیدانه تماشا میکدم و 1000 افسوس کشیدم. به ای که چیک اشتباهی کردم که اعتماد کردم. هر روز با همون دختر لایف میامد و تلفن خود نیز به دست دختر میداد. ما خیلی نامید شدم و عقده گرفتم و از همه جا بلاکش کردم. اما میفهمم او خیلی پشیمان است. با وجود که با او دختر است استوری های مرا میبیند
از دیگران احوال مرا جویا میشه. از اینستاگرام های فکر بر مسیج میکنه. فالو میکنه. اما ما هر بار وقت میبینم او از بلاکش میکنم. زمانی که فهمیدم 3 سال قبل با آن دختر همبستر شدن، از تمام ذهن و دلم بیرونش کردم. و حال حتی نفرت میکنم. چون نفرت هم یک احساس است. و ها، وقتی خواهرم پرسیده بود، وقتی با دیگه دختر رابطه داشتی، پس چرا انگیزه را انتخاب کردی؟ و ما را مجبور کردی که با او گپ بزنیم. برش گفته بود، دختر که شهلا نام داشت و ایرانی بود، گفت او دختر باکره نبود و به خاطر پول امرایم است. از این خاطر و چون عاشق انگیزه شده بودم، پیشنهاد دادم. حالا 2 سال میگذره و میخواستم زندگی ما دوباره بسازم. اما حالا از چیزی به نام ازدواج، عشق و عاشقی دل سرد استم. من نمیتونم به کسی اعتماد کنم. فامیل میخوان نامزد شوم. ولی ما بعد از او حادثه دیگه همه اعتماد ما به همه کس از بین رفته. از این رابطه تنها چیزی که فعلا با ما است، پشیمانی است. راز گفتن. چرا کار کند عاقل که بار آرد پشیمانی؟ اگر به گپ هیچ کس گوش نمی کدم و بالای کلمه عشق باور نمی کدم، حال شاید این گونه پشیمان نمی شدم. و در اخیر پیامم به تمام شنونده های چینل افغانستان ژورنال این است که به انسان های دروغگو، فریبکار اعتماد نکنید. وقتی کسی پست و نامرد باشه، نه پروای فامیل داره و نه هم پروای قوم خیش خوده. و در فکر عشق و عاشقی نباشید. چون تنها چیزی که شما را به یک جای میرسانه درس و تحصیل و زحماتتان است. دیگه همه حرفای پوچ و مزخرفند. کوشش کنین خود آینده خود را بسازین تا روزی نرسد که در پهلوی این همه زحمت و کوشش یک نقطه ضعف برایتان پیدا شود. با تشکر از همه شما. پایان داستان.